ببینید چطور علم میتونه امروز به داد ما برسه. همکاران خود من و بسیار از پژوهشگران دیگه مدت ها پیش، سالهای پیش شروع کردن ببینن این القاب مذهبی آیا ریشه علمی داره یا نداره. بنابراین در اروپا به دنبال خانواده هایی رفتن که سید هستند، یعنی میگن ما سید هستیم، اینها رو از نام فامیلی قریش، انصاری، هاشمی، سید انتخاب میکنند و بعد مصاحبه، پدر کی هست، مادر کی هست که به اینجا به اروپا اومدید، و همه ادعای این دارن که ما سید هستیم، یعنی اینکه ما منسوب هستیم به حسن پیامبر و حسین و فاطمه و پیامبر اسلام. اگر این طور باشه، شما یک کروموزوم داریم به اسم کروموزوم ایگرگ. این کروموزوم ایگرگ شما اون رو فقط از پدر خودتون میگیرید. حالا ما یک موتورخونه داریم در سلولهای بدن خودمون، اون موتورخونه رو همه ما فقط از مادرهای خودمون میگیریم، کروموزوم ایکس. حالا اینها رفتن سراغ کروموزوم ایگرگ، اونهایی که ادعا میکنن سید هستند و اونهایی که نیستند، بقیه گروه کنترل. اگر واقعیت داشته باشه کروموزوم ایگرگ اونها بایستی به هم نزدیک باشه، شبیه باشه، توش تنوع گوناگونی نباشه. بزاق دهن استفاده شد، شما میتونید از بزاق دهن استفاده کنید، چون مهم نیست به درون چه سلولی میرید، تمام سلولهای ما دقیقاً دارای همون دی ان ای هستند، یا در اروپا ADN هستن، هیچ تفاوت نمی کنه. منتها سلولی که در مغز هست به لطف اپیژن دیگه پوست نمی سازه، سلولی که در پوست هست به لطف اپیژن دیگه مغز نمی سازه، اما اون مولکول دقیقا این هم هستن. و اینها به سراغ بزاق دهن رفتن، آزمایش انجام شد و این واقعیت نداشت، یعنی کروموزوم ایگرگ اونها دقیقا این بقیه بود. پیام چی هست؟ که این فقط یک ادعا هست، حالا نمیخوام بگم شارلاتانیسم یا حقوق بازی، ولی حداقل یک ادعایی هست که هیچ گونه ریشه‌ای در بیولوژی نداره. حالا بریم سراغ خانواده‌های لویت. آیا اونها منسوب به لوی، به یعقوب یا یعقوب یا ابراهیم هستند؟ همین حادثه اتفاق افتاد. اگر شما کروموزوم ایگرگ رو دنبال بکنید، میبینید که نه، اینها از جاهای گوناگون اومدن و بنابراین خود اونها یا پدران اونها یا پدر بزرگان اونها، جدهای اونها یک روزی یک ادعایی کردند و این ادعا به صورت ارث ادامه پیدا کرده. بنابراین یک مثال کوتاه است، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. باز پیام من برای جوانان ایران هست و برای دوستداران رضا شاه کبیر هست، به خاطر عشق و علاقه‌ای که این مرد به علم داشت و پایه‌گذار واقعا علم در ایران نوین هست، که بهترین دوست شما علم هست، بهترین رفیق شما علم و دانش هست. ما امروز ما واقعا به اندازه کافی سرخورده شدیم از سیاستمدارها و حتی اگه اجازه بدید بگم فیلسوفا و جامعه شناسا. ما امروز نیازمند به علم، به اون مفهوم ناب خودش هستیم و خوشبختانه علم امروز پیشرفت کرده و علم یک دیسیپلینی هست که مرتب از خودش انتقاد میکنه. علم روی عدم اطمینان خودش رو سوار میکنه، نه اطمینان، هیچ چیز رو با 100% اعلام نمیکنه. اما همونطور که گفتم زیباترین دستاورد ما هست و امروز به اعتقاد من زمانی که در استادیوم آریامهر جوانان ایران نام رضا شاه بزرگ رو بلند فریاد میزنن، نام علم رو، علم و دانش رو دارن فریاد میزنن. کاملا برای علم و دانش هم همینان هم توی هاروارد اینا تحصیل میشه، ولی چیزی که به خودش نمیاره شعور. یادتون شعور خیلی مهمه، که خیلی ها باشن بی سواد باشن ولی شعور تاریخی دارن. رضا شاه یکی از اونهاست. خیلی هم هستن که تحصیل کرده آمریکا هستن، آقای علی اکبر ولایتی، آقای خرازی، آقای ابراهیم یزدی، اینا همه تحصیل کردگان دانشگاهی درجه که دنیا بودن. ببینید چه بلایی بر سر ایران آوردن. بنابراین الزاماً تحصیل کردن به معنای عکس شعور، به ویژه شعور تاریخی نیست. خیلی ها هستن شعور تاریخ، ما این مادر بزرگ داشتم عمیانانم، تشخیصش به مراتب درست‌تر از بچه های خانواده بود که اون روزا به دانشگاه می‌رفتن. اونا هوادار انقلاب اسلامی شدن، مذهبی شده بودن و او دائما به اینا هشدار می‌داد، دائما به اینها هشدار. یه توضیحی که به نظرم لازمه در مورد جد و پدر جد و نیا و از این قبیل خیلی مهمه، خیلی مهمه. و اینو یه توضیح مختصری بدید بیشتر شاد آشکار بشه که چرا وقتی ما میگیم این القاب مذهبی هیچ پایه‌ای ندارن و به چه دلیل علمی است. بفهم پایه بیولوژیک ندارن. دقیقاً ببینید
آدم هایی هستن که ادعا می کنن که بچه 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 پیامبر هستن یا بچه بچه الکساندر هستن یا چنگیز هستن. اینا همه ادعای پوچ هست. چرا؟ به دو دلیل. دلیل دومش رو اول میگم. ماها فراورده خانواده های خودمون نیستیم. ماها فرزند خانواده های خودمون نیستیم. ماها فراورده مردمان هستیم. ما از نظر توضیح میدم. ما از نظر بیولوژیک فرزندان مردمان هستیم. چرا؟ دامون عزیز دو تا پدر و مادر دارند. درست. اما 4 تا پدر بزرگ و مادر بزرگ دارند. 8 تا جد دارند. 16 تا جد بزرگ دارند. و اگر ما 10 نسل به عقب برگردیم، فقط 10 نسل، دامون عزیز دارای 1024 جد هستند. یعنی اینها همه شرکت کردند در تولید دامون. حالا اگر 20 نسل به عقب برگردیم، شما میشه 2 به توان 20، 1,050,000 نفر. 1,050,000 نفر در تولید دامون عزیز نقش بازی کردند. ما دارای 25,000 ژن هستیم و این 25,000 ژن نتیجه فقط 1.5% از دی ان ای ما هست و تفاوت‌های ما فقط در 0.1% این 1.5% هست. یعنی تفاوت من با دامون عزیز و تفاوت دامون عزیز با رئیس جمهور فرانسه و تفاوت شما با رئیس جمهور فرض بکنید پادشاه بلژیک در 0.1% این 1.5% هست. حالا ما فقط 25,000 ژن داریم و این ژن ها قبل از اینکه نیم از مادر بیاد نیم از پدر بیاد، خودشون در درون خودشون یک کاری انجام میدن، ما به اون میگیم کراسینگ اوور، عبور و مرور در هم رفتن. زمانی که پدر و مادر با هم هستند تا یک بچه تولید بشه، 100 میلیون سلول جنسی پدر به طرف 1 سلول جنسی مادر حرکت میکنه. هر کدوم از این سلول های جنسی پدر دی ان ای خودش رو داره. یعنی اینطور میتونم مثال بزنم برای بینندگان شما، یکی از این 100 میلیون سلول در اون شب در اون لحظه به طرف سلول مادر حرکت میکنن، یکی از اونها میاد میگه که به بخت، به اقبال، به روزگار، به طبیعت که دی ان ای من کجاست. این بخت این ژن ها رو بر میزنه و یک دونه تحویل این میده. سلول دوم میاد، بخت یا زندگی، این ژن ها رو بر میزنه، یکی تحویل این میده و هر بار که اینها رو بر میزنه، یکی از میلیون ها، دقیقاً هر بار که اینها رو بر میزنه یک شیوه دیگه دی ان خودش رو ترکیب بندی میکنه. بنابراین اگر روزی که یکی از بینندگان شما به دنیا اومدن، روز نخست سلول اونها، اگر یک سلول دیگه بود بجز اون سلول اون شب، یک آدم دیگه به دنیا می اومد، هر کدوم از این سلول های جنسی پدر به یک انسان دیگه حیات شدن و این نتیجه عبور و مرور ژن ها هست. بنابراین هیچ کس نمیتونه از نظر بیولوژیک ادعا بکنه که من برای مثال ژن های پیامبر در بدن من هست یا من از ژن های اسکندر در بدن من هست. بنابراین عبور و مرور ژن ها رو ما داریم و اینکه شما هر نسل که به عقب برمیگردید به طور تصاعدی تعداد اون آدم هایی که در توزیع ژن های شما شرکت کردند بالا میره. تشکر می‌کنم.